هشت مارس سوزن به همه خوش آمد میگم از طرف کمیته حمایت از مبارزات مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. با درود و سلام و با خیر مقدم به شما دوستان عزیز، من برنامه رو با اجازه شما شروع میکنم. خوش اومدید. یک تیکه رو من نوشتم به مناسبت روز زن که الان برای شما میخونم، در رابطه با روز زنه که هر ساله ما میبینیم که در روز هشتم مارس عظمتی به پا میشه از طرف این زنان. شجاعت و جسارت از خود نشون میدن این زنان، سرکوب میشن ولی استقامت نشون میدن این زنان. جسه ظریف ولی گام های پولادین دارن، با اندیشه های بزرگ و پویا این زنان. پر انرژی، علاقمند، عاشق و خواهان حقوق و خواسته های از دست رفته خیشند این زنان. همواره به عنوان بزرگترین وزنه به حساب می آیند این زنان. و اما ساده بگویم، بدون حضور ما زنان هیچ انقلابی امکان پذیر نیست. روز هشتم مارس بر زنان و مردان زنده باد. بله، میگن اعلام کنیم. در اینجا با هم دیگه به سرود انترناسیونال گوش میدیم و به دنبال اون یک سرود دیگه از زنان. Yeah.
این سالن اعلام برنامه بکنم بعد از شنیدن سرود زنان و انترناسیونال. از هما ارجمند رو داریم از کمیته بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی، بعد از اون پیام آذر ماجدی از طرف سازمان آزادی زنان، و فخری جواهری از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری، حکمتیست و پیام مینا احدی از حزب کمونیست کارگری ایران، رفیق جلیل در رابطه با کمیته حمایت از مبارزات مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی صحبتهایی دارن و بعد از آن بریک رو خواهیم داشت و در آخر سرگل احمد از سازمان Women Liberation of Iraq اونو داریم و یک تیکه فیلم در رابطه با مسئله زنان و رفیق سهیلا دالوند از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی سخنانی رو برای ما خواهند داشت. در اینجا از خانم هما ارجمند از کمپین بین المللی بستن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی خواهش میکنم که بیان اینجا و سخنانی رو برای ما داشته باشند. میخوادم باشید باشید، میخوادم میکروفون درست کنم باشید. روز جهانی زن رو به همه تبریک میگم. این روز برای همه ما واقعا عزیزه، نه فقط به خاطر تاریخچه پربارش در جهان، بلکه به خاطر دستاوردهایی که همکنون در دستور کارش داره. و واقعیت اینه که جهان شمولی زن در روز جهانی زن یک پرچم دیگه است، یک جنبش دیگه است، یک هماهنگی دیگه بین تمام زنها به وجود میاره که از آخرین دستاوردهای تکنولوژی گرفته، تو زمینه سیاسی گرفته، تو زمینه اقتصادی گرفته، توی هر زمینه ای بخوایم با آخرین دستاوردهایی که به وجود آوردن به خاطر مبارزات هنگفت و تن به تن در بعضی کشورها، ما این روز رو به همه، برای ما همه عزیزه و به همه تبریک میگیم. امیدم اینه که در آینده هرچه نزدیکتر ما بتونیم این روز رو در جهان به صورت دیگه با خلاصی از جمهوری اسلامی و جنبش اسلامی سیاسی این روز رو پرچممون رو ببریم بالا. روز جهانی زن رو همینطور که گفتم به همه تبریک میگم. من بر این باورم که چنین گرد همایی در امر مبارزه برای کسب آزادی و برابری حقوق زنان سهم به سزایی خواهد داشت. چنین گرد همایی ضرورت مبرم به اتخاذ استراتژی معینی برای رسیدن به هدفمان خواهد بود. من در این روز میخواهم حمایت بی‌دریغ خود را از آن بخش مترقی و سکولار جنبش جهانی زنان که خواهان ایجاد یک جبهه جهانی علیه جنبش سیاه اسلام سیاسی است اعلام کنم. این بخش جنبش زنان در ایران از ویژگی‌های بسیار برجسته‌ای برخوردار است. ما با جنبش عظیم سرنگون طلبی در ایران روبرو هستیم که آزادی و سکولاریسم اساس پرچم آن است. چنان این دو در هم تنیده شدند که به سختی میتوان آنها را از هم جدا کرد. امروز بچه مشترکی و چه اشتراکی در همتنیدن جنبش زنان، جنبش مدرن جوانان، جنبش دانشجویان، جنبش کارگران و به طور کلی جنبش مذهب زدایی بر سر این است که چگونه رژیم اسلامی را به زیر بکشند تا بتوانند آزادی ها و جامعه مترقی و رو به جلو را تامین کنند. در همین رابطه است که میبینیم زنان فعالانه در صف اول و بعضا در نقش رهبران مبارزه و خیزش توده‌ای علیه حکومت مذهبی دیده می شوند. این جنبش دارای ویژگی‌های خاص خودش است. جنبش زنان بلا واسطه یک جنبش سیاسی
و یک جنبش ضد مذهبی و ویژگی دیگر این جنبش خصوصیت کاملا مدرن و سکولار آن می باشد. مدرنیسم این جنبش خود را در همه زمینه ها نشان داده است. خواست قوانین مدرن، روابط اجتماعی مدرن، روابط خانوادگی مدرن، روابط جنسی مدرن و بدون ناموس پرستی و سنت، رابطه آزاد زن و مرد و غیره، همه نشانه مدرنیسم بودن این جنبش است. یکی دیگر از خصوصیت این جنبش خصلت توده‌ای و رادیکال آن است. در ایران جنبش زنان اتکا به توده‌های وسیع و کل جامعه دارد. جنبشی است که نه تنها توده وسیع زنان در آن سهیمند، بلکه کل جامعه، یعنی مردان نیز در آن ذینفند. نه صرفا به خاطر آن که حرکت زنان ضد رژیمی بوده و یا ضد مذهبی بوده و یا حتی مدرن و ترقی خواست، بلکه کل جامعه راههای خود را به نحوی در راههای زنان می‌بینند. تنها با شناخت کامل مشخصات ذکر شده است که می‌شود با اتکا به آنها جنبش زنان برای آزادی و برابری را تقویت کرد. امروز بخش مترقی و سکولار این جنبش همواره برای کسب برابری زن و مرد در امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کمپین‌های معین موفقیت‌های در سطح بین‌المللی کسب کرده است. اینجا و آنجا باعث رفورم هم شده است. این بخش مترقی جهت منکوب کردن اسلام سیاسی کوشش‌های بسیار چه در خود کشورهای اسلام زده و چه در سطح اروپا و آمریکای شمالی انجام داده است. این بخش از جنبش زنان باید تقویت شود. این بخش از جنبش است که خواهان یک استراتژی واحد و آن هم ایجاد یک جبهه جهانی علیه جنبش سیاه اسلام سیاسی و تمام تلاشش این است که مبارزه علیه اسلام سیاسی را بخشی از مبارزه احزاب جدی مترقی، سوسیالیست و کارگری و تمام جریانات مدافع حقوق زنان، حقوق کارگران و به طور کلی جریانات مدافع حقوق بشر کند. این بخش از جنبش زنان می رود تا از جمهوری اسلامی و جنبش اسلام سیاسی به طور کلی نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه و شمال آفریقا عبور کند. این همان بخشی است. این همان بخشی از جنبش زنان است که اسلام سیاسی را جنبشی بین المللی می‌داند که مدعی سهم‌خواهی از قدرت در سطح بین المللی است. این را جنبشی می‌داند که می‌خواهد دامنه قدرتش را در سطح اروپا و آمریکای شمالی گسترش دهد تا بتواند در سطح جهانی مطرح شود و در معادلات جهانی سهمگین باشد. این بخش از جنبش زنان جنبش اسلام سیاسی را جنبش ضد آزادی خواهی، ضد سکولاریسم و مدرنیسم می‌شناسد که برای رسیدن به قدرت سیاسی از هیچ خشونتی عبا نخواهد کرد. این بخش تاکنون شاهد حمله وحشیانه سردمداران جنبش اسلام سیاسی به فعالین جنبش کارگری، فعالین جنبش برابری طلب زن و مرد و به دانشجویان و به زندانان سیاسی و آزادی خواهان و پیشوان غیره بودند. این را خوب همه می دانیم که تنها راه نجات انسان ها ایجاد یک جبهه جهانی علیه این جنبش است. من در اینجا حمایت بی‌دریغ خود را از این بخش جنبش برابری طلب زن و مرد اعلام می کنم. زنده باد جنبش مترقی و آزادی خواهان و برابری طلب زنان و مردان. زنده باد جنبش زنان. زنده باد روز جهانی زن. متشکرم. مرسی هما جان برای سخنرانی بسیار کوبنده و من لازم میدونم که یک دو بیتی بخونم بعد از سخنان زیبای شما. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان، و از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل نشستی آسان.
در این قسمت از برنامه من تقاضا میکنم که به صحبت‌های آذر ماجدی از طرف سازمان آزادی زنان گوش بدیم. می‌خوام که این فرصت رو به من داده که بتونم به مناسبت 8 مارس یک صحبت کوتاهی با شما داشته باشم. در روزهای بسیار بسیار خطیر و هیجان انگیزی زندگی میکنیم. فکر میکنم همه شما با من در این هم نظر باشید. الان 2 ماه یکم بیشتر که جامعه ایران دچار تلاطم انقلابی شده، دچار شور انقلابی شده. مبارزات و اعتراضات مردم در گوشه و کنار جامعه آغاز شده و شعارهایی که داده میشه، نوع تحرک، میلیتانسی و رادیکالیزمی که این مبارزات نمایندگی میکنن، همه از یک دوره کاملا متفاوتی خبر میده. این بار شعارها بسیار صریح و روشن علیه رژیم اسلامی، علیه تمام بنیان و بنیاد این رژیم، اعتراضات کارگری، اعتصابات کارگری و یک نکته بسیار بسیار جالب که به جمع امروز شما بسیار مربوط میشه و به این پیامی که من دارم، نقش جنبش آزادی زن توی این اعتراضات. زنان نه تنها کل این مبارزات کارگری، بازنشستگان، اعتراضات خیابانی، در جمهوری اسلامی نمیخوان، اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تمام ماجرا، در تمام این رویدادها نقش فعالی دارند، بلکه جنبش آزادی زن در این اعتراضات نقش کاملا برجسته ایفا میکنه. این ویژگی جامعه ایران و این جنبشی هست که الان داره میره رژیم جمهوری اسلامی رو به زیر بکشه. ما همیشه گفتیم که جنبش آزادی زن تو جامعه ایران یک نقش مهم و حیاتی داره، یک نقش مهمی در جنبش سرنگونی علیه رژیم اسلامی داره، یک نقش مهمی در جنبش انقلابی در جامعه ایران خواهد داشت. ما همواره اعلام کردیم که جنبش آزادی زن تو ایران نقشش فقط به جامعه ایران و تحولات جامعه ایران محدود نمیشه. تأثیرات این جنبش به ویژه وقتی که به پیروزی میرسه بر کل منطقه اسلام زده احساس خواهد شد. همین الان توی منطقه به جنبش آزادی زنان ایران نوع دیگه ای نگریسته میشه. همین چند وقت پیش بود که تو ترکیه با الهام از جنبشی که تو ایران جریان داره و حرکاتی که ما اخیراً شاهد بودیم که زنان بر سکوها رفتن و حجابشون رو بر چوب گرفتن، حرکت مشابهی در ترکیه انجام شده بود. و اون وقت میبینید که چقدر این دنیا و این منطقه به هم تنیده است، چقدر هر حرکت آزادی بخش میتونه تأثیراتش کیلومترها فراتر بره. به خصوص از اونجایی که جنبش آزادی زن آنتیتز جنبش اسلامی و رژیم اسلامی هست، ما این نقش رو، این تأثیر رو خیلی فراتر خواهیم دید در منطقه، به خاطر اینکه به علت شرایط ویژه این 2-3 دهه اخیر جنبش اسلامی در کل منطقه عروج کرده. اینجا نمیشه واردش شد ولی هممون میدونیم. اون وقت جنبش آزادی زن به عنوان آنتیتز این جنبش اسلامی تو منطقه عمل خواهد کرد و اون روزی که جامعه ایران رژیم اسلامی رو دفع بکنه، به زیر بکشه و ما شاهد این باشیم که جنبش آزادی زن در مقابل این جنبش سرنگونی و انقلابی حرکت میکنه، ما بلافاصله تاثیر اون رو در خاورمیانه خواهیم دید. این تحرکاتی که زنان داشتن با شجاعت کامل قابل تحسینه. ولی ما عنوان پیام 8 مارسمون خواستیم که این حرکت‌های فردی و قهرمانانه رو
به یک حرکت‌های متشکل و جمعی تبدیل بشه. جنبش آزادی زن یک جنبش جمعیه، یک جنبش متحده، یک جنبش متشکله و فقط به این شکل هست که میتونی به پیروزی دست پیدا کنی. در این حالی که حرکات دختران خیابان انقلاب نقش بسیار مهمی داشته، زمانی میتونه به پیروزی نزدیک بشه که بتونه از شکل فردی به شکل جمعی حرکت بکنه. خوشبختانه روز 8 مارس ما شاهد اقداماتی بودیم که کم و بیش متفاوت بود. درست قبل از اینکه این پیام رو ببندم فیلم دیدم از 3 تا زن جوان توی مترو تو تهران بی حجاب سرود برابری رو میخوندن و خواهان برابری بودن و از تمام زنان توی مترو خواستن که با اونها کف بزنن، همه کف زدن و برای اونها آرزوی پیروزی کردن. این یک حرکت زیبایی بود که قلب انسان رو به درد می آورد. به عنوان کمونیست کارگری که الان 39 سال علیه رژیم اسلامی مبارزه کردم و همچنین به عنوان یک فعال جنبش آزادی زن که از همون روز اولی که زنان تو تهران اومدن تو خیابون علیه فرمان حجاب با اون مبارزه بودم، تو اون جریان بودم، تو تمام اون هفته که زنها توی تحصن کردن، تو زمین چمن اومدن، اعتراض کردن، فقط همون روز 17 اسفند یا 8 مارس نبود، یک هفته طول کشید، مذاکراتی که انجام شد، تو تمام اینها حضور داشتم، راستش فکر نمی کردم که 39 سال طول خواهد کشید. ولی الان که این صحنه‌ها رو می‌بینم، الان که این اعتراضات رو می‌بینم، الان که این شور انقلابی رو می‌بینم، این شعارهای صلیب و روشن رو می‌شنوم، این رادیکالیسم و میلیتانیسم رو می‌بینم، قلبم به درد میاد، قلبم به هیجان میاد و بغض گلومو می‌گیره و به این امیدم که به زودی این رژیم رو به زیر بکشیم، به زودی آزادی و برابری رو و رفاه رو تو جامعه ایران بیاریم و به زودی جنبش آزادی زن بتونه آزادی خودش رو جشن بگیره، برابری رو جشن بگیره و بتونه پیام‌آور آزادی و برابری برای کل منطقه، کل منطقه اسلام زده باشه. این روز دور نخواهد بود، این روز دور نخواهد بود و مایی که تمام طول عمر رژیم اسلامی علیهش جنگیدیم، علیهش مبارزه کردیم، برای سرنگونیش، برای یک دنیای بهتر، برای یک جامعه آزاد و برابر و برای آزادی زن، میتونیم این امکان رو داریم که به زودی آزادی و برابری و رفاه رو تو جامعه ایران جشن بگیریم. میدونم که قلب‌های شما هم برای این روز می‌تپه. میدونم که شمایی که الان اونجا جمع هستید در فکر همین روزها دارید، به این روزها و این اعتراضات و این اعتصابات فکر می‌کنید. شمایی که در این حال همپا با مردم تو ایران در تورنتو علیه این رژیم مبارزه کردید، دستتون رو می‌فشارم. خسته نباشید. بیاییم با هم دست در دست هم برای سرنگونی انقلابی این رژیم، برای ساختن یک دنیای بهتر، یک جامعه آزاد و برابر و مرفه که آزادی زن و برابری زن و مرد رو بر سردر خودش نوشته، مبارزه کنیم، با هم باشیم. براتون جشن و مراسم بسیار خوبی رو آرزو میکنم. روز همگیتون خوش. زنده باد 8 مارس. زنده باد آزادی و برابری زن و مرد. ستم بر زن و حقوق، مرد بر جمهوری اسلامی. دوستان، بعد از سخنان آذر ماجدی من خواهش میکنم از خانم فخری جواهری از اعضای سازمان زنان و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری حکمتی است. خواهش می‌کنم. سلام دوستان،
امروز که ما اینجا روز زن رو داریم 8 مارس رو جشن میگیریم 108 سال از اولین مراسم روز زن 8 مارس در واقع 1910 میگذره ولی هنوز میبینیم که زنان در تمام دنیا تحت ستمن چرا؟ تقصیر ماست برای اینکه نظام سرمایه‌داری که بر مبنای سود و تولید و سود هرکس میکنه استثمار نیروی ارزان استثمار بردگی مزدی رو تحمیل میکنه و خشونت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی رو از وجودیت از موجودیت خود نظام سرمایه‌داری که این خشونت رو خودش به جامعه تحمیل میکنه و با این تحمیل به جامعه طبقات رو و اقشار مختلف رو در جامعه به وجود میاره و این اقشار رو در مقابل هم قرار میده و جنسیت ستم جنسی یکی از در واقع مصایب نظام سرمایه‌داریه و ما میبینیم که توی کشورهای مختلف تو کشورهایی که سرمایه‌داریش در واقع پیشرفته تر کشورهای پیشرفته تر در بخشی از نقاط جهان بخشی از زنان تونستن به بخشی از حقوق خودشون برسن اما همین سرمایه‌داری همین نظام‌های سرمایه‌داری تو قرن 21 دولت‌های غربی توی کشورهایی مثل ایران، افغانستان، سوریه و کشورهای مذهب زده دیگه مذهب رو تحمیل کردن در واقع حکومت‌های مذهبی رو باعث شدن تحمیل کردن ما تو قرن 21 تو خیلی از کشورها می‌بینیم که سینه دختران جوان سنگ می‌بندن که از در واقع غرایز جنسیشون جلوگیری کنن قطعه ناموسی رو به زنان تحمیل می‌کنن تو ایران حجاب سیاه اسلامی رو اسلام سیاسی رو سر زنا میکنه و تفکیک جنسیتی و خیلی از مصائب دیگری که کشورهای مذهب زده به زنان در جوامع کشورهای مذهب زده بهشون تحمیل میکنن اما 40 سال پیش که باز هم همین کشورهای غربی باعث شدن که جمهوری اسلامی در ایران سر کار بیاد اولین کاری که انجام داد سعی کرد که بیرق خودش رو پرچم اسلام سیاسی خودش رو سر زنا کنه زنا همون موقع تازه یکی دو ماه از انقلاب نگذشته بود به طور وسیع توده‌ای اومدن تو خیابون گفتن حق زن نه غربیه نه شرقی جهانیه و برای حق خودشون به خیابون اومدن اعتراض کردن اما تو این 40 ساله ما دیدیم که چطوری صیغه رو ازدواج موقت رو تفکیک جنسیتی رو من خودم تو کارخونه کار میکردم زنی که تو کارخونه کار میکنه استثمار میشه 8 ساعت توی بدترین وضعیت کار میکنه مانتویی که میخواد بپوشه اگر 4 انگشت میآوردش بالاتر انجمن اسلامی کارخونه علارغم این که تفکیک کرده بودن زنا رو از مردا توی کارخونه محیط کارخونه زنا توی قسمتشون جدا بود ولی زنای کارخونه حق نداشتن که با مرد کارخونه تو حیات کارخونه احوال پرسی کنن میگفتن زنی حق نداری با مرد تو کارخونه احوال پرسی کنی تفکیک جنسیتی تو همه جا اتوبوس ها رو محل کار رو دانشگاه ها رو همه جا رو سعی کردن زنان رو از مردان جدا کنن و آپارتاید جنسی رو به زنا تحمیل کنن اما زنا از این طرف در طی این 40 سال از همون روز اولی که جمهوری اسلامی اومد سر کار جمهوری اسلامی آنتیتز خودش رو با خودش آورد زنا از همون روز اول در تقابل با جمهوری اسلامی قرار گرفتن و گفتن که ما حجاب رو نمیخوایم علیه تفکیک جنسیتی اومدن تو خیابون علیه حجاب علیه اسیدی که تو صورتشون میپاشیدن اومدن اعتراض کردن و همیشه توی هر اعتراضی که میدیدیم ما میدیدیم که زنا جلوی صف هستن اما چیزی که توی هر جنبشی
وجود داره، همونطور تو جنبش کارگری هست، تو جنبش زنان هم هست. اینکه جنبش زنان یک دست نیست، جنبش زنان از گرایشات مختلفی توش هستن، ملی اسلامی ها، ملی مذهبی ها توش هستن، ناسیونالیسم های پرغرب توش هستن و کمونیسم کارگری هم توش هست. اگرچه که جنبش آزادی زن هویتی نداره، هویت ملی نداره، هویت مذهبی نداره، جنبش آزادی زن جنبش هویت مذهبی نداره و یک جنبش مدرن آوانگارد و انترناسیونالیسته. جنبش آزادی زن خواهان آزادی بدون قید شرط زنانه و خواهان برابری واقعی و کامل بین زن و مرده. و کمونیسم کارگری و جنبش آزادی در جنبش آزادی زن بخش رادیکال رو نمایندگی میکنه. ولی متاسفانه در طی این 40 سال ما دیدیم که هر وقت زنان برای حقوق خودشون، برای خواستهاشون به خیابون اومدن، به میدون اومدن و علیه جمهوری اسلامی، علیه حجاب اومدن تو خیابون و گفتن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، ما تفکیک جنسیتی نمیخوایم، ما آزادی میخوایم، ما برابری میخوایم، ما برابری زن و مرد رو میخوایم، جنبش که گرایشی که جلوش وایساد اومد سعی کرد که این آزادی خواهی رو، این برابری طلبی و این رادیکالیزم جنبش آزادی زن ازش بگیره با تک شعارهایی مثل این که برید پشت دیوارا قایم شید، روسریاتون رو یواشکی بردارید، با این که توی سخنرانیشون وقتی که تو خارج کشور بهشون جایزه میدادن، جایزه نوبل بهشون میدادن، میگفتن اسلام با حق زن هیچ به اصطلاح مغایرتی با هم دیگه نداره، اسلام مدافع حقوق زنه، و میگفتن اگر زنا برن تو مجلس، تعداد زنایی بیشتر تو مجلس باشن، اون وقت زنا میتونن به حقشون برسن. ما میدیدیم که وقتی همون زن هم میرفت توی مجلس میرفت، میگفت زنایی که کنار خیابون خوابیدن بهشون دارو بدیم که عقیم بشن. و متاسفانه میدیدیم که چطوری سعی میکردن که جنبش در واقع رادیکالیزم آزادی زن رو، جنبش آزادی زن رو ازش بگیرن، ولی ما بخش رادیکالش همیشه جلوش وایسادیم و همیشه افشاشون کردیم و گفتیم که جنبش آزادی زن برای برابری واقعی و کامل داره میجنگه و ما جز جنبش آزادی زنیم، جز جنبش حق زن نیستیم. میگه حالا یه ذره حقمون رو گرفتیم، به خواسته هامون رسیدیم. دیدیم که توی میخواستم اینم بگم که تو همین الان هم ما میبینیم، تو جنبش کارگری هم ما میبینیم، تو جنبش کارگری هم میبینیم گرایشات مختلفی توش هست. وقتی کارگر همین دو ماه اخیر که این خیزشی که برای علیه جمهوری اسلامی، علیه فقر، علیه بیکاری، علیه حجاب اسلامی، علیه بیحقوقی زن اومدن تو خیابون و گفتن ما جمهوری ضد زن رو نمیخوایم، ضد کارگر رو نمیخوایم، و دیدیم چطور با اعتصابات و اعتراضات وسیع کارگران روبرو شدیم، اومدن سعی کردن. وقتی فعال کارگری توی اعتراضاتش میاد میگه که کل جامعه رو در نظر میگیره و میگه و یکی از رهبران این جنبش میاد توی صحبتاش میگه که نه، به نماینده مجلس میگه تو حق نداری به مردم بگی آشغال، آشغال تو خودتی، ما به زیرت میکشیم، تو حق نداری، ما کارخونه رو به دست میگیریم. اون وقت میبینیم که چطوری گرایش راست درون جنبش کارگری میان شعار مرگ بر خود و جنبش مرگ بر خود را میندازن و به جای درود بر کارگر، مرگ بر کارگر میگن، مرگ بر کارگر و درود بر ستمگر. ما وظیفه ما کمونیسم کارگری، وظیفه ما رادیکال های اون جامعه، وظیفه ما اینه که چه در جنبش کارگری، چه در جنبش زنان اجازه ندیم که گرایشات دیگه بتونن تو رادیکالیزم این جنبش آب بریزن و رقیقش کنن. تو همین اعتراضات اخیر ما دیدیم زنان چقدر شجاعت از خودشون به خرج دادن. دیدیم که ویدا موحد وقتی میاد روسریشو در میاره، تو شلوغترین مرکز شهر وای میسه جلوی جمعیت و روسریشو روی چوب میذاره و علیه جمهوری
زن ستیزی جمهوری اسلامی اعتراض میکنه، تو دهنی به همون کسایی که میگفتن بریم پشت دیوارا قایم شیم و یواشکی روسریتون رو بردارید. ولی من هم موافق حرف رفیقمون آذر ماجدی هستم. زنان تو ایران به طور فردی نمیشه که موفق بشن. موفقیت ما در جنبش آزادی زن در اینه که متشکل بشیم، در اینه که به طور جمعی بیاییم بیرون در علیه زن ستیزی جمهوری اسلامی، علیه حجاب جمهوری اسلامی به میدون بیاییم و خواهان آزادی، برابری واقعی زن و مرد باشیم. چرا که اگر ما بتونیم جمهوری اسلامی رو به زیر بکشیم، نه تنها به خودمون در ایران، به مردم ایران کمک کردیم، به مردم منطقه، به مردم توی حتی مردم جهان هم از دست اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی خلاص میشن. مرسی، ممنون. مرسی از فخری، دست در نکنه. بر کدام جنازه زار میزند این ساز؟ بر کدام مرده پنهان میگرید این ساز بی امان؟ در کدام غار، بر کدام تاریخ میموید این سیم و زه، این پنجه نادان؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. زاری بر باغچه بس تلخ است، زاری بر چشمه صافی، زاری بر لقاح شکوفه بس تلخ است، زاری بر شراع بلند نسیم، زاری بر سپیدار بالا بس تلخ است. بر برکه لاجوردین ماهی و باد چه می کند این مدیگه گوی تباهی؟ مطرب گورخانه به شهر اندر چه می کند زیر دریچه های بیگناهی؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. در این قسمت از برنامه به سخنان مینا احدی از حزب کمونیست کارگری روش می‌دهیم. 8 مارس رو به همه شما عزیزانی که توی این برنامه شرکت کردید تبریک میگم. طبعا همه ما میدونیم که امسال در شرایط ویژه‌ای داریم به استقبال 8 مارس و برگزاری 8 مارس میریم. در شرایطی که مردم ایران حرکت اعتراضی گسترده‌ای رو علیه جمهوری اسلامی شروع کردن، عکس ها و پلاکارت های حکومت اسلامی رو به زیر کشیدن و اعلام کردن که این حکومت باید بره. فریاد نه به دیکتاتور، نه به حکومت اسلامی در تمام دنیا تنین انداخت. ولی در این حال یکی از اتفاقات مهم در آستانه 8 مارس امسال دختران خیابان انقلاب بود. دخترانی که حجاب این سمبل بی‌حقوقی و تحقیر زنها رو بر یک چوب بستند و این رو به همگان نشون دادند و اعلام کردند که نه به حجاب اجباری و در حقیقت نه به جمهوری اسلامی ایران. همه ای ما میدونیم که 39 سال حکومت اسلامی سر کار اومده و اولین حملات این حکومت به زنا بود و از طریق تحمیل کردن حجاب. اونا شعار دادن یا روسری یا توسری و در مقابلش تظاهرات های گسترده در 8 مارس سال 57 سازمان داده شد. تظاهرات هایی که از نظر من مانیفست جنبش اعتراضی و برابری طلبانه زنان در ایران بود. تظاهرات هایی که اعلام کرد حقوق زنان نه شرقی است نه غربی، جهانی. جهانیست این حقوق. و ما امروز بعد از 39 سال شاهد هستیم که دختران خیابان انقلاب با اعلام اینکه حجاب اجباری رو نمیخوایم
وقتی از خودشون سوال میشه که خواستتون چی هست و از چی دفاع میکنید، در حقیقت از مدرنیته، از حقوق برابر زن و مرد، از سرنگونی حکومت اسلامی، از یک جامعه سکولار برابر آزاد دارن دفاع میکنن. 8 مارس امسال در شرایط اتفاق افتاد که جامعه ایران واقعا تلاطم بزرگی رو داره پشت سر میذاره. اعتراضات گسترده کارگری، اعتراضات دانشجویان، اعتراضات معلمین، اعتراضات مالباختگان و در حقیقت یک انقلاب بر علیه جمهوری اسلامی در اعماق اون جامعه در حال فوران هست و حکومت اسلامی رو واقعا به رعشه انداخته. مجموعه این اعتراضات که در جامعه ایران در حال پیشروی هست. یک نکته اما مهم هست به نظر من. اولا اون پارچه‌ای رو که زنان و دختران خیابان انقلاب دارن به همه نشون میدن، از نظر من روی اون پارچه نوشته شده در حقیقت که چکیده و اساره حکومت اسلامی تا اونجایی که به زنان برمیگرده چی بود؟ حکومت اسلامی حکومتی بود که زن رو آدم حساب نمیکنه، خونش رو نصف خون مرد اعلام کرده، زنان یاقی رو سنگسار کرد و سنگسار جزو قوانین این حکومت بود. حکومت اسلامی حکومتی هست که از زن ستیزی اوریان، از آپارتاید جنسیتی دفاع کرد و در مقابلش طوفان درو کرد. به نظر من جامعه ایران و زنان در ایران دارن پاسخ داعش رو میدن. ما دیدیم اتفاقاتی که در چند سال اخیر پیش اومد در دنیا، در سوریه، در عراق، ما شاهد بودیم که داعش زنان را توی قفس کرد و آورد فروخت. جمهوری اسلامی یک حکومت داعشی بود که با همین سنت ها و قوانین شروع کرد، ولی جامعه ایران مقاومت کرد و زنان در ایران مقاومت کردند، قهرمانانه مبارزه کردند علیه حکومت اسلامی و به نظر من جامعه ایران جامعه ای هست که جواب داعش رو در تمام سطوح داره میده. نه فقط اینکه اعلام میکنه حکومت اسلامی باید سرنگون بشه و دونشان شأن بشر هست، ولی در این حال در اینکه جمهوری اسلامی در جزئیات و کلیات زندگی زنان دخالت میکنه، اینکه در سطح قوانین زن را آدم حساب نمیکنه و نه فقط این، بلکه در مورد رنگ لباس زنان تصمیم میگیره، پاشنه کفشی که باید بپوشن چطوری باشه و یا اینکه لاک داشته باشن یا نه و در مورد رخت خواب هاشون تصمیم میگیره، اون جامعه در مورد تمام این مسائل داره بررسی میکنه به نظر من و آلترناتیو و پاسخ خودش را میده. اگه جمهوری اسلامی میگه پرده بکارت مهمه، اون جامعه یک پاسخ کامل میده به این و مجموعا زیر پای تمام این سنت ها، این فرهنگ و این اخلاقیات داره میزنه. این اتفاقیه که جلوی چشم همه میفته و نه فقط مردم عادی بلکه حکومت هم اون رو قبول کرده. بنابراین ما در آستانه 8 مارس روز جهانی زن در شرایطی در ایران به اصطلاح به استقبال این روز میریم که از نظر من زنها در ایران و مردم آزادی خواه در ایران دارن پاسخ جزء سنت ها، قوانین، مقررات، تحقیرها و سرکوب ها را میدن و این جنبش از نظر من مهمه. تا اونجایی که به حرکت دختران خیابان انقلاب برمیگرده، بعد از این اتفاق ها و بعد از اعتراضات گسترده کارگران و مردم در ایران، احترام و اعتبار این مبارزات در سطح بین المللی کاملا دیده شده، عیان شده و خیلی ها ازش دفاع میکنن. برای من به عنوان کسی که در سطح اروپا در سطح جامعه بین المللی فعالیت هایی رو کردم، در کنفرانس های مختلف شرکت کردم، از کنفرانس پکن تا کنفرانس های متعدد در اتحادیه اروپا، همواره و همواره دیدم یک گرایشی، یک حرکتی، یک جنبشی، یک نوع برخورد وجود داره در رابطه با جمهوری اسلامی که در داخل ایران هست و در سطح بین المللی هم هست. کسانی، جنبشی، فعالینی، چهره‌هایی در داخل ایران بودند که همواره از اینکه سنگ بزرگ علامت نزدن هست حرف می‌زدند. وقتی ما میگفتیم جمهوری اسلامی دون شأن بشره، وقتی میگفتیم حجاب سمبل سرکوب و زن ستیزی اسلامیه، وقتی میگفتیم حجاب سوزان راه بندازید، از درون جامعه ایران بعضا کسانی برمیخواستن و میگفتن که این حرف ها مربوط به غرب، مثلا فعلا میشه با حکومت اسلامی کنار اومد، میشه این حکومت رو رفرم توش ایجاد کرد، میشه تغییرات ایجاد کرد،
که بعداً وقتی من در خارج از ایران فعالیت میکردم و کاملاً میدیدم که این یک خط و یک جهت و یک گرایشی هست که از دولت‌های غربی اروپایی شروع میشه. الیت این جامعه، پست مدرنیست‌ها، مالتی کالچورالیست‌ها هم زمینه سازی میکنن و هم از اون دفاع میکنن و استراتژی کلاً مبتنی بر این بود که حکومت اسلامی میتونه بمونه، حکومت اسلامی میتونه اصلاح بشه، اسلام میتونه در زندگی مردم دخالت کنه، اسلام رو میشه رفرم کرد. این خطی بود که همونطوری که گفتم جنبش ملی اسلامی در داخل ایران و در سطح بین‌المللی دولت‌های غربی از اون دفاع میکردن. برای ما که مبارزه نظری میکردیم، مبارزه عملی انجام میدادیم، اتفاقات اخیر در ایران بسیار تعیین کننده بود. همین هفته گذشته من در یک دانشگاهی در آلمان سخنرانی کردم، کاملا این فضا رو میدیدم. اتفاقات داخل ایران نه فقط پاسخی علیه جمهوری اسلامی هست، بلکه پاسخی به پست مدرنیستا، مالتی کالچورالیستا و طرفداران اینکه حجاب یه نوع فرهنگ هست یا حجاب یه نوع رنگارنگی رو نمایندگی میکنه یا حجاب حتی نمونه آزادی زن هست و زن خودش تصمیم میگیره، حتی از برقع دفاع میکنن در کشورهای اروپایی به عنوان سمبل برابری و آزادی زنان و اینکه خودشون در این مورد تصمیم میگیرن. به نظر من به همه اینا یه پاسخ داده شد از طرف جامعه ایران، از طرف زنان در ایران، از طرف مبارزات انقلابی که در ایران در جریان هست و این بسیار مهمه. تو ایران با این حرکت ها به نظر من چند تز پاسخ کامل گرفت. ایران کشور اسلامی نیست، همونطور که عراق کشور اسلامی نیست یا افغانستان کشور اسلامی نیست. اینا کشورهایی هستند عادی با حکومت‌های تروریست و فاشیست اسلامی. و دوم اینکه حکومت‌های اسلامی، حکومت اسلامی دو نشانه بشه. مذهب باید دستش رو از حکومت و از زندگی مردم کوتاه کنه. به نظر من حرکت‌های اعتراضی در ایران این پاسخ رو داد که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، دست مذهب باید از دولت، از آموزش پرورش جدا بشه و اینکه مردم ایران، مردم در کشورهای دیگه میتونن این اتفاقات رو خلق کنن، میتونن حکومت رو سرنگون کنن و میتونن پاسخ کاملی بدن به دفاع دولت‌های غربی یا همراهی و همگامی که با حکومت‌های اسلامی تو کشورهای منطقه میکنن. از نظر من زنان در ایران در این حال پیشروی اعتراضاتی بودند که در عراق، سودان، افغانستان، عربستان سعودی و کشورهای دیگه تأثیر داره و تا همین الانش هم تأثیر خودش رو گذاشته. جنبش همبستگی با دختران خیابان انقلاب در سطح بین المللی، جنبش دفاع از اعتراضات مردم و زنان در ایران بسیار مهم. بنابراین برای ما که در خارج از ایران داریم زندگی میکنیم، شاید 8 مارس امسال باید در این حال فراخوان دیگه ای رو ما بدیم به همه مردم در سطح بین المللی که از این مبارزات دفاع کنید، این مبارزات رو ببینید، به خاطر اینکه رسانه ها راجبش زیاد صحبت نمی کنن، به خاطر اینکه دولت ها زیاد بهش نه فقط توجه نمی کنن بلکه کماکان از حکومت اسلامی و از دوام و بقای اون دفاع می کنن. 8 مارس امسال باید سالی باشه که در سطح بین المللی جنبش همبستگی با دختران خیابان انقلاب، جنبش همبستگی با مبارزات، اعتراضات و اعتراضاتی که در سطح ایران در جریان هست بر علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره و در این حال به نظر من باید کاری کرد که افکار عمومی در سطح بین المللی دولت‌ها را تحت فشار قرار بدن تا این دفاع سرسختانه از جمهوری اسلامی را ازش دست بردارن. یک بار دیگه 8 مارس روز جهانی زن رو به همه شما تبریک میگم و یک بار دیگه اعلام میکنیم که همبستگی صمیمانه و به اصطلاح متحدانه خودمون رو با جنبش اعتراضی در ایران و با جنبش مردم ایران و زنان ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی اعلام میکنیم. بله، 8 مارس مبارک باشه. در این قسمت از برنامه امیر برامون صحبتهایی دارن از کوتا، دو دقیقه چراغ روشن کنه اول. امیر جان چراغ روشن کن. چراغ روشن. من فکر کنم نورانی هستم ولی نبودم. 8 مارس به همه شما عزیزان تبریک میگم و با
آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی این دو دقیقه رو شروع میکنم. تایم بگیر که دو دقیقه بیشتر نشه. من به عنوان سخنگوی الان کمیته در خدمت تو هستم تا چند مورد رو بگم. ابتدا ممنونم از اینکه تشریف آوردین از طرف کمیته، واقعا ازتون سپاسگزارم. خود من هم باید از بچه‌هایی که زحمت کشیدن برنامه امروز رو تدارک دیدن، تک تک بچه‌ها قدردانی می‌کنم، دستتون رو به گرمی می‌فشارم. کمیته رو من فقط خواستم یک کوتاه توضیح بدم که از 3 ژانویه که اعتراضات در ایران شروع شد، بخشی از بچه‌های تورنتو تصمیم گرفتن که همگام با اعتراضات مردم در ایران هم اینجا فعالیت داشته باشن. برای همین اسمش هم هست حمایت از مبارزات مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، یعنی مشخص هم هدفش هست. ما با رفیق اون جلیل صحبت کردیم که حداقل اطلاعی هایی که تا الان بیرون داده این کمیته توی این مدت کوتاه رو پرینت کنه، رو میزم گذاشتیم، بعد نگاه کردیم واقعا همگی خسته نباشن، خیلی زیاده. یعنی خب برحال این نشون میده که بچه ها واقعا دارن تلاش میکنن. اساسنامه هم هستش این کمیته، بر اساس همکاری و همیاری اعضاش هستش، در زیر مجموعی از حزب و سازمانی هم نیستش. اومدن درش خوش آمدگویی داره، اگرم کسی اومد و رفت دستشو به گرمی میفشاریم، هیچ قید و بندی نداره. روی مجمع عمومی استواره، هر یک ماه یک بار مجمع عمومی تشکیل میشه. مجمع عمومی 5 رو به عنوان هیئت اجراییش انتخاب میکنه که یک نفر سخنگوی وقت اون هیئت اجرایی خواهد بود که برنامه رو تدارک میبینن. پیشنهادم این که نگاه کنید به اساسنامه و اطلاعیه هاش و ببینید واقعا اگر نظری دارین، پیشنهادی دارین، انتقادی دارین، حتما گوش میکنیم و خوشحال میشیم. مورد دوم روی کمک های مالی هواداران و دوستداران و اعضای کمیته هستش. من اینجا لازمه از کسی که این بنرم برامون مجانی زد تشکر بکنم. هیچ ربطی هم به کمیته نداشت، ولی گفتش که میخوام ما هم به هر حال سهیم باشیم توی قضیه. اگر مایل بودید که کمک مالی هم بکنید، با روی گشاده حتما پول شما رو میگیریم، هیچ اعتراضی هم نمی کنیم، هرچقدر هم باشیم اقدارش. و عرضم به حضورتون که در پایان اگر واقعا مایل بودید ایمیلتون رو بدین، باهاتون در تماس باشیم، با بچه های کمیته در تماس باشید، نظراتتون رو بشنیم. میریم برای بریک، زحمت کشیدن، غذا آماده است، غذا رو میل کنید و بعد ساعت 7:20 برنامه رو شروع میکنیم که دوباره دو تا سخنران دیگه مون صحبتشون رو بکنن و ما در خدمت شما باشیم. خیلی ممنون، بفرمایید.